روز چهارشنبه 3 فوریه وزیر امور خارجه کری برای شرکت در کنفرانس بین المللی حامیان سوریه وارد لندن شد. جان کری در این کنفرانس که به میزبانی وزیر خارجه انگلستان برگزار شد، از اهدای 925 میلیون دلار مضاعف در قالب کمک‌های انسان دوستانه ایالات متحده برای جنگ زدگان و مهاجران سوری و مهار بحران پناهجویان سوریه خبر داد. سه شنبه شب ایالت ایوا به رسم هر دوره نخستین انتخابات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 2016 را برگزار کرد که در آن دو نامزد از حزب جمهوری خواه و دموکرات برنده اعلام شدند. از حزب دموکرات هیلری کلینتون موفق شد با تفاوت اندکی رقیب خود برنی ساندرز را شکست دهد. در رقابت حزب جمهوری خواهان تد کروز موفق شد با غلبه بر دونالد ترامپ برنده این میدان شود و مارکو روبیو با تفاوت کمی از ترامپ مقام سوم را کسب کرد. ایالت نیو همشیر ایستگاه بعدی نامزدهای دو حزب خواهد بود. هفته گذشته پرزیدنت اوباما در دو گرد همایی دینی شرکت کرد. روز چهارشنبه در مسجدی در شهر بالتیمور حاضر شد و برای حضار سخنرانی کرد و بر ارزش بنیادین احترام به آزادی ادیان و اندیشه در آمریکا تاکید کرد. سپس در روز پنجشنبه در برنامه سالانه صبحانه ملی دعا که از جمعی از پیروان ادیان مختلف تشکیل می‌شود سخنرانی کرد. یک هفته پیش از آن پرزیدنت اوباما در 28 ژانویه در بازدیدی از یک کنیسه کلیمیان در واشنگتن دی سی روز گرامی داشته هولوکاست را برگزار کرده بود.